محصلان عزیز، عرض سلام مجدد. ادامه بحث مفاهیم و ساختار زبانهای برنامه نویسی شیگرا هستن. انهرتنس، پولیمورفیزم، انکپسولیشن از جمله مفاهیم کاربردی در زبانهای برنامه نویسی شیگرا و به ویژه در زبان برنامه نویسی جاوا هست که آن را به شکل مفصل و مکمل برای شما هم به شکل تئوری، هم به شکل ساختاری و هم به شکل عملی در محیط کود کار کردم. زمانی که شما مفاهیم زبانهای برنامه نویسی را میخواین یاد بگیرین، هم سه مرحله را همیشه شما با خود داشته باشین. اول، هر موضوعی که شما میخوانین باید تعریفش را بفهمین، معرفی باشین همراهشان، ساحه کاربردش را بفهمین که هدف از این موضوع چی هستن. مرحله دوم، باید سنتکس های کود را بفهمین دقیقا. وقتی که ما یک موضوع را در یک هدف استفاده میکنیم، ساختار کودشان، سنتکس کودشان چگونه هست. و در مرحله سوم که مرحله اجرایی هست، دقیقا باید شما بتانین که پروگرامش را در محیط یک ادیتر بنویسن و تمام خواسته های خود در داخل پروگرام جا به جا بسازین و دقیقا پروگرام باید برای کمپیوتر هدایات و اهداف ما را تعریف کنه و کمپیوتر بتانه اهداف ما را شناسایی کنه و نتیجه مطلوب که نتیجه مطلوب متعلق به برنامه نویس هستن توسط کمپیوتر برای ما نشان داده شود. یکی از بحث‌های مهم در ادامه بحث زبان‌های برنامه نویسی شیگرا ابستراکشن هستن. خیلی موضوع مهم و همچنان موضوع کاربردی هستن. ابستراکشن بعضی ویژگی‌های به خصوص خود دارن که او ویژگی‌ها در کلاس‌های دیگر و در متد‌های دیگر وجود ندارن. پس میایم درباره معرفی ابستراکشن برای شما معلومات میدم. فرض میکنیم که چندین برنامه نویس به طور همزمان میخواین که از یک متد تعریف شده از قبل در داخل یک پروگرام استفاده بکنن به طور همزمان. پس او از ساختار ابستراکشن میتونه استفاده کنن و میتودی که اونا استفاده میکنن اوتپوت یا عمل کردش به روش های مختلف باشه. مثلا در اینجا مثال هایی را برای شما میتونیم بنویسیم که کسی است پروگرامر اولی هست، شخصی است به نام احمد یا محمود، هرچی است پروگرامر یک به شکل و همچنان یک پروگرامر دیگر هم برش در اینجا مشخص میکنیم، نوشته میکنیم که پروگرامر دو و همچنان پروگرامر دیگر هم در اینجا باشن، پروگرامر سه. سه تا پروگرامر کود منویسه ولی میخواه که از یک متد به روش های مختلف استفاده کنن که اون متد موقعیتش در کلاس پرن باشه و به شکل ابستراکت تعریف شده باشه. پس او میتونه که از مفهوم ابستراکشن استفاده کنه. خب در اینجا میتونیم که یک متد تعریف کنیم به هر نامی، مشکل ندارن و میتونه که این متد در کلاس پرن باشه. یکی از مفاهیم اصلی در ساختار ابستراکشن هستن که کلاس ها باید به شکل پرنت و چایلد تعریف شد. پس ببینیم که در کناری که ما مفهوم ابستراکشن در اینجا استفاده میکنیم، از ساختار انهرتنس هم استفاده میکنیم. پروگرامر اولی هم میتونه که در متد اکسس داشته باشه، پروگرامر دومی هم میتونه در متد اکسس داشته باشه و پروگرامر سومی هم میتونه که در متد اکسس داشته باشه و میتونه متد به شکل یک ساختاری برشان انحصاری یا محصور شده بتم که تا در داخل او بعضی معلومات تعریف شد و عمل کرده شده بتانه که پروگرامر ها با روش های مختلف دریافت کنند. یک، پروگرامر اولی در اینجا عمل کردش
یک مورد باشه. مثلا این میخواد که عملیات ضرب انجام بدن در اینجا، قادر هستن، مشکل ندارن. پروگرامر دومی میخواد که عملیات جمع انجام، عمل جمع انجام بدن. و پروگرامر سومی میخواد که عمل تقسیم انجام بدن. ببینن اگر پروگرامر چهارمی و پنجمی و ششمی هم داشته باشه مشکل نیستن، اینجا در محدودیت وجود نداره برای پروگرامرهای تعداد جنا. ببینن که سه پروگرامر ما از یک متد استفاده میکنن، متدش دقیقا داخل کلاس پرن هستن، ولی عمل کرده هایی را که پروگرامرها از اون متد می داشته باشه متفاوت هستن. پروگرامر اولی عملی ضرب میخواد انجام بده، ولی اکشنش توسط متدی که در اونجا تعریف شده اونا هستن. پروگرامر دومی میخواد عمل جمع انجام بدن، و پروگرامر سومی میتونه که عملی تقسیم انجام بدن. پس بار دیگه تکرار میکنیم که اگر چندین شخص یا چندین کلاس بخواد که از یک متد به روش های مختلف عمل کرد داشته باشه یا دستاورد داشته باشه، در او حالت متد باید در کلاس پرن تعریف شود و شکلش باید به شکل ابسترکت باشه، یعنی می ساختار به نام ابسترکشن میگن. در ابسترکشن از کلاس های پرن تو چایلد استفاده میشه، معنیش هستن که مفهومش هستن که در اینجا نقش انهرتنس هم برجسته هست. وقتی کلمه پرن تو چایلد یا سوپر کلاس و سب کلاس به میان میان، قطعا در اینجا باید انهرتنس مورد کاربرد باشه. خصوصیات ابسترکشن چی هستن؟ بعضی از مشخصاتی که در ابسترکشن ما داریم در اینجا در مورد از اونا برای شما معلومات کامل ارائه میکنم. یکی از خصوصیت های ابسترکشن است که کلاس ها با کلمه کلیدی ابسترکت تعریف میشن. قبلا که وقتی ما کلاس را نوشته میکردیم مستقیم نوشته میکردیم کلاس، و در اینجا نوشته میکردیم کلاس نیم، هر نامی برایشان مشخص میکردیم، مشکل نبود، دلخواه هستن. اما تفاوتی که بین ابسترکت و دیگه بخش ها داره نیستن که در ابسترکشن کلاس با کیورد ابسترکت تعریف میشه. ابسترکت کلاس، کلاس نیم، هر نامی باشه. کلاس های ابسترکت میتونه دارای متد ابسترکت باشه، بازی خاصیت دیگرشان هستن. وقتی که در اینجا ما کلاس تعریف کردیم با ساختار، میتونیم برس باز کنیم و متدهای ابسترکت هم میتونیم در اینجا داشته باشیم. متدهای ابسترکت معمولا با کیورد ابسترکت مشخص میشه، و در اینجا میتونیم که نوشته کنیم return type method، و بعد از return typeش میتونیم که نام method مشخص کنیم، return type method و همچنان method name، هر نامی برشان مشخص کنیم مشکل ندارن به این شکل. و method abstract خاصیت دیگری که داره نیستن که دارای بادی نمی باشن. method های abstract مشخصا هیدر می داشته باشه، تنها هیدر تعریف میکنیم. پس در اینجا میم بلاک از اینجا بر میداریم، و در اینجا هیدر وقتی تعریف میشه در اینجا خلاص میشه، در آخرشون یک سیمیکالن میگذاریم. یک تفاوت عمده در متدها نیستن که متدهای ابسترکت دارای بادی نیستن. کلاس های ابسترکت میتونه بدون متد ابسترکت هم باشه، یک قاعده یک اصول هستن. و همچنان متدهای ابسترکت عبارت از متدهایی هستن که در اینجا دیدم که دارای هیدر هست و بادی ندارن، صرف در اینجا تعریف کردم، ریترن تایپ برشان اضافه کردم، نامشان و در اینجا برس بسته کردم. در هیچ متد قانون نیست یا منطق وجود نداره که ما آخرش با سمیکالن بسته کنیم، یعنی قسمت بادی با هیدر در اینجا قطع میشه. پس متد ابسترکت یکی از متدهای استثنایی هستند که بادی نداره، صرف برشان هیدر تعریف میکنیم و در آخر با سمیکالن میبندیم. کلاس هایی که با ابسترکت تعریف کردن، یک از خصوصیاتش است که شی یا آبجکت ایجاد نمیگرده، یکی از مشکلاتی است. با هر کلاس میتونیم که ما آبجکت ایجاد کنیم، اما با کلاس های ابسترکت آبجکت ایجاد نمیشه، خصوصیتش است. استفاده از کلاس ابسترکت توسط وراثت صورت میگیره، یعنی ارثبری هستن. مشخصات داخل کلاس ابسترکت تعریف میشه و کلاس های دیگه میتونه که از اونا ارث بگیرن یا وراثت داشته باشه. خب ساختار یا سنتکس هم در اینجا نوشتیم، ابسترکت، کلاس و کلاس نیم، و میشه که در اینجا متد از اینا را از اینجا برداریم در ساختارشان. و کلاس که زمان تعریف میکنین، هر کلاس دارای قسمت بادی هستن، و در اینجا میم
نوشته میکنیم که کلاس ممبر، یعنی که داخل کلاس های ابسترکت میتونه کلاس ممبرز هم باشه، یعنی متد ها باشه، وریبل ها باشه، استیتمنت ها باشه و بخش های دیگری که در اینجا نیاز هستن اونا رو میتونیم که در اینجا اضافه کنیم. این مشخصات ابسترکت و همچنان ساختاری که وقتی ما کلاس ابسترکت نوشته میکنیم یا متد ابسترکت نوشته میکنیم در اینجا به این شکل تعریف میشن. عنوان بعدی داریم که ابسترکت متد، ابسترکت متد چگونه هست و دارای چه خصوصیاتی میشه با اونا را تعریف کنیم. اینجا عنوان جدید نوشته میکنیم ابسترکت متد. ابسترکت متد چگونه متد است؟ یکی از خصوصیات ابسترکت متد است که همیشه متد ابسترکت با کیورد ابسترکت مشخص میشن. هر زمانی که بنویسیم نوشته میکنیم که ابسترکت و بعد از ابسترکت باید ریترن تایپ در اینجا داشته باشیم. هیچ متد بدون ریترن تایپ نیست. و بعد از این باز نوشته میکنیم متد نیم، نام متد قسمی که قبلا هم توضیح داده شد و آخرش با سمیکالن میبندیم. یکی از خصوصیات متد ابسترکت هستن که دارای باری نیستن. کلمه کلیدی ابسترکت یا کیورد ابسترکت همیشه قبل از نام متد میاین. هر زمانی که متد ما در اینجا تعریف میکنیم ریترن تایپش هستن، نام متد هستن و ضرورت به این است که کیورد ابسترکت باید قبل از نام متد داشته باشیم. زمانی که کیورد ابسترکت از اینجا شما برداریم بعد این متد دیگه ابسترکت نیستن، یعنی خاصیت ابسترکت بودن از این تغییر میکنه. یکی و زمانی که ابسترکت از اینجا برداریم دیگه متد دارای بادی میشن، یعنی میبینیم که در آخرش باید سمیکالن نباشه، در اینجا برسه باز کنیم و برسه بسته کنیم که بخشی بادی متد در اینجا تعریف میشه. بیشون همچنان متد ابسترکت همیشه سمبله که در او استفاده میشه که خصوصیتش است که اخیرش با سمیکالن میبندیم. وقتی که اخیر با سمیکالن ماندیم از اینجا شروع میشن تا به این قسمت، این قسمت هیدر متد هستن و زمانی که برس از اینجا باز میکنیم تا به اینجا میرسن این قسمت بادی متد است. پس هرگاهی که ما در اینجا سمیکالن میگذاریم مفهوم سمیکالن است که رابطه بین بادی متد و هیدر متد قطع میشه. هر وقت شما برنامه را می‌نویسین هیچگاهی در صورتی که متدها ابسترکت نباشه هیچگاهی کوشش کنین که در آخرش سمیکالن نگذارین و منطقش هم است که رابطه بادی و هیدر قطع میکنن. بعد اگر خواسته باشیم که سنتکس برای زنا بنویسیم استن که وقتی کلاس تعریف میکنیم در داخل کلاس، کلاس ما میشه که به شکل ابسترکت تعریف شد، چون ابسترکت متدها، ابسترکت کلاس ها، ابسترکت متدها میداشته باشن. ابسترکت در اینجا میشه که نام کلاس داشته باشیم و هر نامی برشان مشخص کنیم، مشکل ندارن، کلاس نیم و بعد در اینجا برسه باز کنین و بعد در اینجا ابسترکت و دقیقاً باید متد ریترن تایپ داشته باشه. ریترن تایپش میتونه وایت باشه یا ریترن تایپش میتونه که یک دیتا تایپ باشه. در اینجا نوشته میکنیم ریترن تایپ و بعد متد نیم هر نامی برشان مشخص کنیم، مشکل نداره، دلخواه هستن اینا و بعد آخرش سمیکالن. بخش اساسی در ابسترکت متد هستن که دارای باری نیست و آخرش هم میتونه که با سمیکالن بسته شوه و ابسترکت متد میتونه که دارای پارامتر باشه یا بدون پارامتر باشه. میتونیم که در اینجا برشان یک پارامتر هم مشخص کنیم یا پارامتر لیست داشته باشیم. چندین تا پارامتر لیست به معنی است که در صورتی که بیشتر از یک پارامتر داشته باشیم دو حالت از پارامتر لیست استفاده میکنیم. این توضیحات مختصر در مورد ابسترکت است و خود بحث ابسترکت یک بحث بسیار بزرگ در زبانهای برنامه نویسی شیگرا به ویژه در زبان برنامه نویسی جاوا هستن که اگر ما بیشتر از اینا در تفصیل بپردازیم زمانگیر و وقتگیر هستن و ما در اینجا در محدودیت زمانی قرار داریم. برای که بهتر شما ابسترکت بفهمین
تا این حد یک معلومات ابتدایی هستند. بیشتر کاربرد از اینا رو بفهمین ضرورت بیست که به بعضی از منابعی که در اونجا بیشتر توضیح داده شده، منابع اینترنتی و کتاب ها، در اونجا مطالعه کنین و تمام مفاهیمی که در ابسترکت داریم اونا رو میتونین که از اونجا معلوماتش رو بگیرین و مثال های بیشتر در این مورد کار کنین. خب ما مکلف هستیم یا در اینجا مجبور هستیم از لحاظ محدودیت زمانی که توضیح بدیم و همچنان ساختارها رو بر شما تشریح کنیم و در کنارش یک مثال تا نهایتش تا دو مثال میتونیم که کار بکنیم و بقیه مثال ها رو شما از منابع استفاده کنین و خودتان بیشتر زحمت بکشین و تمرین کنین. از توجهتان تشکر.